بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاه والسلام على خير خلقه واشرف بريته سيدنا ونبينا الامجاد مولانا بالقاسم المصطفى محمد <applause> الحجرة الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في <applause> الأرضين حجة ابن الحسن العسكري أرواه نافدا واللعن على أعدائهم أعداء الله قال الله العظيم في كتابه الكريم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين یا ابن الحسن امام زمان من گدای تو ام ابا صالح آشنای تو ام ابا صالح قدمت را به دیدم بگذار خاک پای تو ام ساله عزیز زهرا یوسف فاطمه همه جا گشتم و ندانستم در سرای تو ام ابا صالح بینیاز عالم و محتاج به عطای تو ام ابا صالح مولای من التماس دعا که هست نیاز به دعای تو ام تو که با گوشه چشمت غم عالم ببری مهدی جان حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد خداوند عالم چشم همه ما رو به جمال نورانی عزیز مصر وجود مهدی آل فاطمه منتقم آل پیغمبر امام زمان بقیت الله العظم ارواح نافدا روشن و منور گرداند جهت سلامتی و تأجیل فرج حضرت سلوات سلو ممند، ممند، فرش فرش. موضوع عرائز در زمینه هجرت مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم از مکه به مدینه بود که عرض کردیم با این که بسیار تلخ و ناگوار بود مصیبت بزرگی بود هم برای پیغمبر اکرم هم برای امیر هم برای مسلمان ها انسان های پاک باخته و عاشق پیغمبر اکرم اما برکات این حرکت مبارک و هجرت پایان یافتنی نیست تا روز قیامت برکات این هجرت ادامه دارد غیر از این که مبدع تاریخ برای مسلمان ها شد اضافه بر این و علاوه بر این درس بزرگی شد برای همه مسلمان ها بلکه برای همه بشریت که هرگاه دیدن در وطن یا در هر مکانی دینشون در خطر هست اما در مکان دیگر جای دیگری عبادت خدا رو به راحتی و آزادانه میتونن انجام بدن وظیفه حرکت و هجرت هست حتی از آیات کریمه قرآن استفاده میشوند که در قیامت به افرادی گفته میشه چرا کار زشت انجام دادید چرا سراغ خدا و معنویات و اعمال صالح نرفتید میگن نمیتونستیم در وطن و در حضور و هزار گرفتار بودیم مشرکین کفار انسانهای زشت مانع میشدن از انجام اعمال خوب وسوسه میکردند، ما را تبلیغات گمراه کننده داشتن ما را از راه خدا به در بردن از طرف خدای متعال خطاب میاد آیا زمین وسیع نبود برای شما ارض الله واسعه نبود براتون جای دیگه به سرزمین دیگه میرفتید حتی روایت داریم یک کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه ارز کرد یبن رسول الله من برای تبلیغ و رسوندن ولایت شما اشاعه فرهنگ امامت و ولایت اهل بیت علیهم سلام الله علیه مجبور میشم به سرزمین کفر بلاد کفر جایی که مسلمان ها زندگی نمی کنن کفار هستن مملکت و شهر کفر اونجا میرم و تبلیغ میکنم رفقا و شیعیان به من سرزنش میکنن میگن اگه تو بمیری اونجا مرگت فرا برسه کافر محشور میشی در قیامت با کفار سر از قبل در میاری و در صف مسلمان ها محشور نمیشی حضرت فرمودن خب اگر شهرهایی که به اسم اسلام هست میتونی دفاع از ولایت ما اهل بیت و تبلیغ امامت ما بکنی عرض کرد نه فرمود مسئله ای نداره شما در هر جایی که هستی بتونی ولایت ما رو مکتب ما رو دفاع بکنی ترویج بکنی وظیفت همونه و نگران هم نباش اگر در اونجا در کفرستان بلاد کفر پیش کافرها مرگتن هم فرا رسید اونجا از دنیا رفتی در روز قیامت خودت یک امت مبعوث میشی خدا تو رو جداگانه از کفار به حشر و نشر میاره و محشور میفرماید مقصود هجرت و حرکت از شهری به جای دیگه از وطن به غریبی و غربت، درسی که مسلمان ها از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم گرفتن دومین درس بزرگ این هست که توته کفار در این صحنه خونسا شد نقشهشون بر آب شد و ناامید گشتن آیه شریفه ای که تلاوت شد در همین زمینه هست سوره مبارکه انفال آیه سیوم که خدای متعال می فرماید و ایلیم کرو کفر لذینا کفرو تو که او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین خدای متعال میفرماید یاد آور پیغمبرم به یاد بیارید مسلمونا اون وقتی که کفار و همدیگه جمع شدن و تصمیم فاجعه آمیز گرفتن تصمیم خطرناک و جنایتکارانه ای گرفتن که پیغمبر رو در یه اتاقی در یه جایی محبوس کنند یا نه کلا او رو سر کنند و بکشند یا از شهر بیرون کنند آواره و تنها تو بیابونا و صحراها خود و مکرشون هم تمام شدنی هم نیست توطئهشون همیشگی هست اما خدای متعال برای دفع هر مکری و حیله از همه ماهرتر هست والله خیر الماکرین و خدا نقشه اونها رو خونسا می کند نقشه کفار همیشه نقشه بر آب هست تا اینجا عرض کرده بودیم که در جلسه قبل حوادث قبل از هجرت یک فهرست سال شمار مختصر و کوتاهی داشتیم از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سال اول پیامبری رسول الله تا سال سیزدهم که سال هجرت میشه به اینجا رسیده بودیم که دوازدهم زیحجه سال سیزدهم بعثت حدود هفتاد نفر از مسلمان ها و عاشقان پیغمبر و خدای متعال در منا در عقبه ثانیه با پیغمبر اکرم بیعت کردند پیغمبر هم به اونها اعلام وفاداری فرمود همون طوری که شما از من دفاع میکنید و به من قول و وعده و عهد بستید که همونطور از فرزند و ناموستون و جانتون دفاع میکنید از من و ناموس و فرزندان و اهل من دفاع کنید در مقابل من هم وعده میدم از شما حمایت میکنم حتی عجیبه در همون روایت داره که یکی از مسلمون های مدینه عرض کرد عبالحیثم تیهان یا رسول الله خب ما با خیلی ها دشمن هستیم سالیان ساله خود قبایل مهم مدینه با همدیگه جنگ خون دارن و خون روزی بیش نزدیک 100 سال و حالا همه ما دست از اختلافات داخلی برداریم به شما کمک کنیم با دشمنان شما بجنگیم تا وقتی که شما پیروز شدید در شهر ما هستید اما بعد از پیروزی چه تضمینی ما داریم شاید وقتی پیروز شدید و مکه هم برای شما امن شد وطن قبلیتون وطنتون از جایی که قرار هجرت بکنید مثلا به شهر ما مدینه تشریف بیارید حالا تموم شد پیروز شدید از کجا معلومه که دوباره به وطن خودتون بر نگردید پیغمبر تبسمی فرمود فرمودن نه من تا آخر با شما هستم و شیطان ملعون عرض کرده بودیم فریادی زد در صحرای منا که پیغمبر با مسلمان جمع شد آی کافر و آی مشرک قریش قرنش میخواد با شما بجنگه کفار قریش با اسلحه ریختن طرف اون مکانی که پیغمبر و مسلمان جمع شده بودند، جبرائیل نازل پیغمبر اکرم به دستور خدای متعال به اونها به مسلمان دستور پراکنده شدند و تفرق داد فرمودن متفرق بشین مسلمان های مدینه از کرده بودن یا رسول الله اگر بفرمایی همی الان با شمشیرها میافتیم به جون کفار قرش از بینشون میبریم فرمودن نه خدا به من اینجور امر نکرده گفتن پس به ما میفرمایی که متفرق بشیم و بریم شما هم تشریف بیارید همراه با هم به مدینه فرمودن هنوز این امر به من نشده انتظر و امر الله منتظر امر خدا هستم هفتاد نفر مسلمان پاک باخته مدینه به دستور رسول الله متفرق شدند با حضرت خداحافظی کردند بعد از مراسم مناسک حج پیغمبر اکرم برگشتن به مکه و مسلمان های مدینه که به مدینه رفته بودن از اون به بعد در روایات داریم که کم کم به صورت انفرادی و به صورت گروهی مسلمون ها هجرت میکردن به مدینه این یعنی از پیغمبر اکرم هجرت نفرموده ماه زیحجه است خود رسول الله ماه محرم و سفر در مکه تشریف فرما هستن و شب اول ربیع اول هجرت رسول الله است پس دو ماه و نیم حدودا پیغمبر بعد از توطئه کفار قریش و سیهه شیطانی ابلیس ملعون در مکه موندن هجرت نشده از این طرف کفار و قریش تو مکه می دیدن که مسلمان ها کم کم انفرادی گروهی به سمت مدینه در حرکت هستن حتی بعضی از تعبیران اینه که عده مسلمان ها در مکه اصلا کم شده بود یعنی به این صورت مشخص شده بود حرکت مسلمان ها به سمت مدینه نشستن با همدیگه دوباره شو و مشورت کردن بزرگان کفار قریش و مهمترینشون در دار و ندوه بوده یه مرکز به اسلام مشورتی و تصمیم گیری بوده برای قریش و اهالی مکه از قدیم الایام و رسم جاهلیتشون هم این بود که هر کسی حق ورود به اون مکان و مجلس تصمیمگیری رو نداشت هر وقت تصمیمات عمده میخواستن بگیرن و مسئولیت های مهم فرهنگی اجتماعی مذهبی و سیاسیشون رو میخواستن با هم صحبت بکنن اونجا میخواستن اجتماع بکنن افراد زیر چهل سال حق ورود نداشتن تو اون جلسه و محل مشورت و تصمیم گیری افراد چهل سال و به بالا حق ورود داشتن و یه نفرم می دمه در که افراد زیر چهل سال راه نده اصلا البته اینجا یه تذکر برای خودم جالب هست و بینندگان هم بهتر توجه میفرمایند به این که همین رسم زشت که از آثار جاهلیت و بتپرستی و افراد کافر قبل از اسلام بوده رسم و فرهنگ و آداب و آینشون بوده همین سنت زشت همین آین و آداب و عادت دوران جاهلیت قبل از اسلام مربوط به کفار رسوخ کرده در قلب بعضی از مسلمان نماها که در صحنه سقیفه و امامسازی یکی از اشکالات عمده ای که به علی علیه السلام گرفتن گفتن شما انسان خوب هستی شایسته هستی امامت با توست اما سنت کمه چون امیر المومنین سی و سه سالشون بوده اون روز موقع رحلت پیغمبر و شهادت رسول الله اما ابو بکر و عمر حدودا بالای پنجاه سال بودن ابو بکر شاید بالای شهست سال عمر هم حدود پنجاه سال گفتن چون اینا تجربهشون بیشتر هست حتی عبدالرحمن اوف لعنت الله علی رو در رو به امیر المؤمنین گفت که او یا ابو عبیده جراح ظاهرا عبدالرحمن ابن اوف بوده که ای پسر امو با این لفظ خطاب کرد ای پسر امو شما انسان شایسته هستید فضیلت دارید سابقه در اسلامتون از همه بیشتر هست پسر اموی پیغمبر هستی دامادش هستی اینا همه درست اما تجربه این رفقا ابو بکر و مر و اینا بیشتر هست و کار خلافت و حکومت تجربه میخواد سن و سال میخواد شما فعلا صبر کنید انشاءالله خدا عمر طولانی بهتون میده عین ای همین ارزی که دارم میکنم این شیطان بدتر از ابلیس به علی برگشت گفت که انشاءالله خدا بهتون عمر با برکت میده شما انشاءالله وقتی موندی بعد از ابو بکر رو عمر و اینا خب پیرمرد میشی اون وقت دیگه شایستگی حکومت پیدا میکنی ولی الان هنوز زوده این از آثار باقی مانده قبل از اسلامه اینا رو خدا پیغمبر امضا نکرده بلکه اسلام این حرفا رو زیر پا لگد مال کرده امامت و نبوت شایستگی الهی هست منصب خدایی هست و مشورتهای های اجتماعی هم نه تنها امامت و ولایت و نبوت بلکه اصلا شایستگی برای مشورت و تصمیم گیری پزشک مثلا که حتی مورد تصمیم گیری و مشورت هم نیست استادی در هر کاری نقشه کشی مهندسی ساختمان کسی نمیگه که مهندس حتما بالای چل سال باشه اگر یک انسان 25 ساله ای 20 ساله ای یه نابقه ای در 15 سالگی بهترین مهندس یه شهری بشه هیچ آدم عاقلی نقشه ساختمانی این نابغه 15 ساله‌ای که در مهندسی حرف اول شهر رو بزنه از مهندسای با تجربه قبلی حرفش بهتر باشه نقشهش جالبتر باشه نقشه او رو کنار میزنه همه میگن بابا عقل یار خوشی هست ایشون حرفش بهتره نقشهش جالبتره استادیش ماهرتر هست پزشک این پزشک حرفش و تشخیصش بهتر هست لذا حرف او رو گوش میدیم نقشه او رو عمل میکنیم انسان های بودپرست جاهلیت قبل از اسلام مغرور به عقل ناقص خودشون بودن به عقل ناقص خودشون اینو تشخیص داده بودن که افراد زیر چل سال قابل مشورت برای امور اجتماعی نیستن بالاخره جمع شدن در دارون ندوه چل نفر از بزرگان قریش یه نفرم دمه در ایستاده بازرس هست زیر چل سال وارد نشه یه دیدن که یه پیرمرد محاسن سفید ریش بلند با قیافه خیلی جالب اصحاب دست داره میاد وارد مجلس بشه ناشناس هست جلوش گرفتن شما کی هستین؟ گوشه خون من نجد یه پیرمردی از سرزمین نجد بعضی تاریخ ها و روایت هم داره که گفت از اهل مصر هستم اما معروفش اینه که مرحوم علی ابن ابراهیم قومی رزوان الله علیه هم در تفسیر شریف قرآنشون اوورده همون گفته که من مردی از اهل نجد هستم نجدم توجه دارید که شمال عربستان یه منطقه وسیع و بزرگیه اتفاقا از قدیم یهودی نشین بوده و هنوز هم یه مقدار یهود اونجا زندگی میکنن و آل سعود که بر حجاز مسلط هستن خدا اونا رو با یهودی های قبل از اسلام محشور بکنه و بعد از آبرو ریزی و رسوایی خار و زلیل و نیست و نابودشون بفرماید اینا هم از همون اهل نجد هستن آل سعود اهل نجدن که تبار اصلیشون یهودن حالا میگن ما مسلمون شدیم کاری نداریم ولی خیلی ها مقید هستن و معتقد هستن که هنوزم به دین یهود باقی هستن بالاخره گفت از اهل نجد هستم و اومدم شنیدم شما مشورتی دارید برای کار مهمی امید دارم که حرفم پیشنهادم باعث خیر و خوبی باشه به درد میخوره مشورت من و رأی و اندیشه من احترام کردن بفرما ابو جهل لعنت الله علی سخن رو شروع کرد خلاصه سخنش اینه که اهالی مکه بزرگان قریش اسم پیغمبر رو برد این محمد صلی الله علیه و علی و سلم پیش ما عزیز بود امین بود راستگو بود راستگو هم هست امین هم هست برای ما خیلی محترم بود اما بالاخره ادعای پیغمبری کرد بازم ما کوتاه اومدیم حرفایی که ابو جهل ملعون میزنه دوربرش رو خیلی مرید گرفت عقید من زیاد شد بهش لذا خیلی مطالب رو بالا گرفت حالا حتی کار به جایی رسید که چون دید ما ساکت هستیم حالا عزیزت و آزار سیزده ای که بر پیغمبر وارد کردن و بر مسلمون ها اون همه شکنجه ها حتی به کشت، کشتن ها که امار یاسر و سمیه مادر مادر عمار رضوان الله علیه شهدای اوائل اسلام هستن به دست کفار قرش. همه اینا رو ابو ندیده میگیره میگه ما به پیغمبر ظلم اینا کردیم راحت آزادش گذاشتیم کار به جایی رسید که حالا به های ما اهانت میکنه به دین ما مسخره میکنه ما دیگه صبرمون تموم شد و تازه ما الان وحشت کردیم دلوره داریم نکنه که کم کم بزرگا و پیرمردای ما رئیس قبایل قریش و مکه کم کم به دین این پیغمبر در بیان لذا ما شما رو خواستیم اینجا جمع بشین مشورت بکنیم که چیکار کنیم باش که جلو پیشرفت دینش گرفته بشه خود من این پیشنهاد رو میدم ابو جهل ملعون گفت خودم این پیشنهاد رو میدم که یه نفر بفرستیم و اینو بکشه ما راحت بشیم تایید شد اگرم بنی هاشم دیه خواستن ما دیه ده نفر رو به اینا میدیم که اینا ساکت بشن یه دفعه همون پیرمرد نجدی که روایت میفرماید شیطان بود ابلیس ملعون بوده به صورت پیرمرد نصیحتگر بلند شد گو حالا رعیون خبیخ این اندیشه و فکر خطرناک و زشتیه گفتن چرا گفت به خاطر اینکه شما نمیفهمید چی پیشنهاد دارین میکنین محمد صلی الله علیه وسلم پیش بنی هاشم قبیلش و تایفش اونقدر عزیزه شما ده نفر به جای ده نفر دیه میخواین بدین مگر اینا قبول میکنن شما او رو بکشید کل بنی هاشم قیام میکنن و جنگ و خونریزی بین شما شروع میشه و تمام شدنی هم نیست مگر بنی هاشم دست بردار میشن از شما مگر دیه راضی میشن گفتن ار رای رای شیخ راست میگه یه نفر دیگه بلند شد اندی رایون آخر من یه نظر دیگه ای دارم نظر خوب اینه که نکاشیمش اما در یه جایی یه اتاقی زندانیش بکنیم شب و روز هم یه قدری نانی غذایی قوت لایموتی خور بمیر بخور نمیر بهش بدیم غذای خور نمیری بهش بدیم تا موقعی که خدا بخواد عمر سر بیاد و ما راحت بشیم دیگه نمیتونه تبلیغ کنه در اونجا مونده دیگه تایی اتاقی همه ساکت شدن گفتن این خوبه دوباره اون پیرمرد نجدی شیطان ملعون بلند شد گوهاد و اخبس منال اول این بدتر از رأی اولیه گفتن چرا گفت که شما نمیدونید بنی هاشم مگه راضی میشن که این عزیزشون در یه اتاق در بسته قضا به خورنمیر بهش بدین کسی باش ارتباط برقرار نکنه اصلا ای امکان نداره اگر هم در ایام عادی سال بنی هاشم حریفتون نشن که بخوان عزیزشون رو آزاد بکنن اما در ایام حج موسم حج دو سه ماه که مردم از همه جا میان برای عربستان و مکه بنیاشه میرن از اونا استمداد میکنن مدد میخوان یاری میخوان با اونا میان و عزیزشون رو آزاد میکنن از چنگتون نجات میدن گفتن راست میگن یکی دیگه بلند شد گفت من رأی بهتری دارم گفتن چیه؟ گفت که نه بکشیمش نه در یه اتاق زندانیش بکنیم بلکه تک و تنها سوار یه مرکبش میکنیم به امان خدا بیرون میکنیم او رو از مکه تو این صحرای پروسعت تک و تنها راهش میکنیم دیگه این کاری نمیتونه بکنه به مکهم هم راهش نمیدیم که بخواد دوباره تبلیغات بکنه ساکت شدن دوباره اون پیرمرد بدبخت به صورت شیخ نجدی اومده بلند شد گوهاد و اخبت این رای باز زشتره از همه گفتن چرا؟ گفت شما مگر نمیدونید این محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم زیباترین انسان، سخنگوترین انسان، فسیحترین و بلیغترین مردم با این اخلاق خوشش که خوش اخلاق ترین آدم تازه شما وسایل تبلیغی براش دارین جور میکنید شما فکر کردین این رو تنها بفرستین به بیابونها و صحراها اما فکرشو کردین که به هر جا برسه قدمش خیره اخلاقش مهربانانه هست و چقدر جمع میکنه مسلمون چقدر هر غریبه ای که او رو ببینه جذب اخلاقش میشه و این هم فرصت زیاد داره تنها هم که هست مزاحم تبلیغی هم که نداره شما هم که نیستین مزاحمش بشین لذا هر جور بره راحت تبلیغ میکنه و بعد مدت کمی با سپاه بزرگی که از صحراها و بیابونها چادرنشینا بدوها جمع کرده میاد تازه با شما جنگ به راه میندازه تازه حریفتون میشه هیچ امانی هم از دستش ندارید گفتن راست میگه فمر رأی آقا تو رو خدا تو بگو رأی و اندیشه نظر واقعی حیله و مکر حقیقی چیه ما چیکار کنیم با این آقا گفت فقط یک رأی و اندیشه هست نظر خوب اینه که شما یه شب چل نفر از هر قبیله یک نفر دست هر کسی خنجری چاقویی شمشیری یه وسیله برنده ای سردی باشه یه نفر هم همراهشون از بنی هاشم باشه از فامیلای خود پیغمبر باشه اینا یه شب بریزن تو خونش و در بستر خونش رو بریزن خود به خود این خون تقسیم میشه بین چهل قبیله و حتی بنی هاشم اگر هر خود بنی هاشم میخوان ادعا بکنن که طلب خون و تقاس و انتقام بکنن همه قبیله ها بهشون جواب میدن که خودتون هم شرکت داشتین یه نفر فلانی از قبیله شما هم بود لذا خون گم میشه نمیتونن از هیچ قبیله انتقام بگیرن نمیتونن بر علیه بنی هاشم بر علیه هیچ کسی و هیچ قبیله جنگ به راه بندازه چون خودش هم شریک بوده یه نفر از اینا هم پیدا میکنید با شما شریک بشه خیلی هم حالا دست بالا میخوان بگیرن بگین که بابا ما دیه سه نفر به شما پرداخت میکنیم شما که نمیتونید کسی رو بکشین چون یه نفر از شما بوده اما سه تا دیگه هم احتراما به شما میدیم صداها از همه جا بلند شد الرای رای و شیخ و نجدی الرای رای و شیخ و نجدی نظر نظر شیخ و پیرمرد نجدی هست حالا نمیدونن خودش ابلیس ملعون هست گرچه خودشون کافر و بتپرست بودن اما دیگه شیطان از همه درسش بالاتر و کفرش بدتره الرای رای و شیخ و نجدی حرف حرف اینه آقا سن تا دیگه چیه ما ده تا دیگه هم حاضرین پرداخت بکنیم گو خود تموم شد تصویب شد قبول کردین همه هم گفتن آره به قدری خوشحال هستن چون حالا در پی این هستن که یه نفرم از بنی پیدا بکنن در جنایت شریک بشه خون پیغمبر نعوذ بالله گم بشه در بین قبائل بنی هاشم اصلا ادعای حق تقاص و انتقام خونم نتونن و خون باها نتونن بگیرن خونخواهی نتونن بکنن اینقدر از این تصمیم زشتشون خاطر جمع هستن و خوشحالن که روایت میفرماید مرحوم قومی رزوان الله علیه در زیل همین آیه شریفه سوره مبالکه انفال آیه سیوم در زیل همین آیه شریفه داره که روز روشن از همون دار و ندوه را افتادن پایکوبان پای کوبان سوت می زدن کف می زدن، رفتن تا مسجد الحرام دور کعبه هم سوت و کف و می گفتن امشب محمد رو می خواهم بکشیم صلی الله علیه و, علیه و سلم راحت اعلام هم کردن چون دیگه خیالشون جمعه کسی نمیتونه کمک کنه به پیغمبر روز هست و حالا زور بود که تا شب فرا برسه فقط کی میتونه حمایت پیغمبر بکنه اونم اینا در بستر و خونه میخوان خونشو بریزن جنگ خیابونی که نمیخوان را بندازن و هر کسی هم بخواد دور خونه پیغمبر برای حفاظت و حراست و نگهبانی جمع بشه بالاخره یکی از همین چل قبیله باید باشه غریبه ها که اصلا حق دفاع ندارن بگذاریم بالاخره جبرئیل علیه السلام از طرف خدا به زمین نازل شد خدا حبیبش رو رها نمیکنه تنها نمیگذاره خدا دین خودش رو حفظ کرده خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم با حق و حقیقت و خودمون نگه میداریم. خدا میفرماد یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله خدا نور خودش محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم و اهل بیت رو کامل روشن نگه میداره جبرائیل نازل شد یا رسول الله خدا میفرماد اینا جریانشون این طوره. همین آیه شریفه رو جبرائیل بر پیغمبر خوندن و اذ بک کرو بکل لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین بعد از خوندن آیه و اعلام توتعه خائنانه دشمنان و کفار قریش وقت جبرائیل عرض کرد یا رسول الله خدا میفرماید شما وظیفه اینه امشب از مکه خارج بشی هجرت کنی به مدینه و جاییت در بسترت علی ابن ابی طالب علیه السلام بخوابه رسول الله امیر المؤمنین خواستن علی علیه السلام به خدمت پیغمبر شرفیاب شد علی جان داستان اینطوره خدا میفرماید تو به جای من در بستر بخواب و من هجرت کنم فقط یک کلمه پرسید یا رسول الله من به جای شما تو بستر بخوابم جان شما محفوظ شما سالم به مکه می مدینه می رسید این سفرتون به خیر و سلامت تمام میشه فرمودن بلی فورا علی ابن ابی طالب به سیده شکر افتاد الهی شکر که جان حبیب محمد صلی الله علیه و, علی و سلم سالم هست من فدای پیغمبر بشم کم کم شب فرا رسید تاریکی عالم رو فرا گرفت کفار قرنش چهل نفر شمشیر به دست دور خونه پیغمبر محاصله کردن از تو خیابون و کوچه و از این طرف کم کم رسول الله برخواستن شروع به سفر و علی علیه السلام قرار جای به پیغمبر اکرم در بستر استراحتشون بخوابن موقع خداحافظی رسید به شدت گریه میکنن امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم جبرائیل نازل شد از طرف خدا تسلا داد به این دو بزرگوار که دوباره به زودی دیدارها تازه میشه یا رسول الله در همین چند روز آینده علی هم به سلامت به مدینه میرسه و چشم شما به علی روشن میشه و فداکاری و صبر و استقامتش پیغمبر از خونه تشریف دارن میارن بیرون معروف اینه که جبرائیل علیه السلام همراه رسول الله اون چهل نفرم بیرون خونه ایستادن ولی جبرائیل این آیه رو میخونه از سوره مبارکه یاسین و من بین ایدی هم و من خلف هم سدن و هم فهم لا یبسرون ما چشم و گوششون رو بستیم راه نفوذ بر کفار بسته شد پرده بر چشمانشون انداختیم با اینکه چشما باز باشه اما شما رو نمیبینن به سلامت پیغمبر از خونه تشریف بردن بیرون و جبرائیل عرض کرد یا رسول الله خدا میفرماید که شما مسیرتون رو فعلا عوض کنید به طرف مدینه خدا قسمت کنه اونایی که رفتن میدونن خدا قسمت همه کنه زیارت مکه و مدینه مدینه شمال مکه هست باید جهت شمال پیغمبر حرکت میفرمود اما برگشتن طرف جنوب مکه جبرائیل عرض کرد سه شب باید در غار سور بمونید که جنوب مکه است زوارم به زیارتش میرن و بعد از سه شب و روز حرکتتون رو از غار سور اون وقت به طرف مدینه معین کنید و جهت بدید سفرتون رو ارزم رو تمام کنم بقیه مطلب انشاءالله جلسه آینده که هجرت و نقش امیر سلام الله علیه در این صحنه مبارک و مقدس بله یه نفر دیگه هم همراه پیغمبر اومد ولی اون به خاطر اینکه خط جاسوسیش کور بشه پیغمبر او رو همراه خودش برد که خواهیم کرد حالا اما اجمالا پیغمبر تو خیابون دیدن یکی دیگه داره میاد طرفش به خاطر اینکه نقشه او هم نقشه بر آب بشه میخواست جهت حرکت رسول الله رو به کفار خبر بده تا پیغمبر رو دستگیر کنن پیغمبر زود بهش اشاره زد که بیا طرف من او رو هم همراه خودش داشت و تا مکه تا مدینه او رو برد در غار سور که انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد یه تیکه هایی و نکته هایی از اون اونجا تو غار که هستن سه شبان روز چقدر سرصدا میکرد این همراه پیغمبر که کفار صدای پیغمبر صدای او رو بشنون بیان دوباره پیغمبر رو دستگیر بکنن که خدا در آیه قرآن اشاره کرد ما آرامش رو در غار برقرار کردیم آخرش هم این آرامش با تهدید پیغمبر حاصل شده که فرمود اگه سرصدا رو ادامه بدی همینجا از پشت کوه قانسور یه شکافی ایجاد شد و دریای جده از اونجا نوایان شد پیغمبر آخرش فرمود که خیلی سر صدا بخوای بکنی تو رو میندازم تو همین دریا خفت میکنم که این آروم شد و توتعش خونسا شد خدا رو قسم میدیم به خشم پیغمبر بر این همراهش در سفر هجرت خشم و غضب و نفرین و لعنتش رو بر روح دشمنای اهل بیت در طول تاریخ اضافه و مضاعف بفرماید به زودی عالم رو با پرچم عدل و داد و علی ولی الله امام زمان حجت ابن الحسن ارواحنا و به ساحل نجات و کشتی و منزل مقصود برساند به برکت سلوانت بر محمد و آل محمد <applause>